انزوای رژیم آخوندی در مسیری بی انتها. وزیر نفت رژیم میگوید ویروس چین بر تقاضای نفت ایران اثر گذاشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از ایرنا، خبرگزاری رسمی رژیم، در خبر نوشت بیژن زنگنه وزیر نفت رژیم روز دوشنبه میگوید ویروس کرونا به تقاضای نفت هم ضربه زده است. او گفته است بازار نفت تحت فشار است و قیمت‌ها به زیر 60 دلار در هر بشکه کاهش یافته. پس از خروج آمریکا از برجام، صادرات نفت رژیم از 2 میلیون و 800 هزار بشکه به کمتر از 800 هزار بشکه در روز رسید. البته بسیاری از کارشناسان رژیم میگویند صادرات نفت ایران بین 200 تا 300 هزار بشکه در روز است. در حالی که رژیم در محاصره بحران‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دست و پا می‌زند، موضوع دیگری که گریبانگیر آنهاست انزوای داخلی و بین‌المللی است که تا به حال سابقه نداشته. رژیم با اقتصادی در هم شکسته و جیب‌های خالی از درآمدهای نفتی روز 15 دی ماه اعلام کرد تعهدات برجامی‌اش را زیر پا می‌گذارد. در واکنش به این اقدام، سه کشور فرانسه، آلمان و انگلستان در یک بیانیه مشترک مکانیزم ماشه را مطرح کردند. دومینیک راب وزیر خارجه انگلستان ساعتی پس از انتشار بیانیه مشترک سه کشور اروپایی در اشاره به انزوای جهانی رژیم گفت مسئله ایران مسئله جهانی است. انزوای اجتماعی رژیم هم موضوعی نیست که از دید ناظران جهانی مخفی بماند. جوزپ بورل مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای از رژیم خواسته است تا با شفافیت تعداد کشته‌ها و زندانیان قیام آبان ماه را اعلام کند. او خشونت شدید علیه قیام کنندگان در ایران را غیر قابل قبول توصیف کرد. رژیم تنها در کشورهای غربی منزوی نیست. آخوندها که طی سالیان تلاش کردند با صرف میلیاردها دلار جاپایی در کشورهای عرب خاورمیانه داشته باشند، این سرمایه گذاری ها را بر باد رفته می بینند. در پی اعلام طرح صلح خاورمیانه توسط دونالد ترامپ، دولت فلسطین از وزیران عضو سازمان همکاری اسلامی خواست تا در جلسه‌ای در مقر این سازمان در ریاض موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهند. ولی عربستان سعودی به هیئت رژیم اجازه نداد تا در این نشست شرکت کند. این نشست در سطح وزیران خارجه کشورهای عضو روز دوشنبه 14 بهمن در مقر دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی در جده برگزار شد، ولی مقامات ریاض به هیئت رژیم اجازه ندادند تا وارد خاک عربستان سعودی شوند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی گفت دولت عربستان سعودی تا آخرین ساعات پیش از برگزاری این نشست از دادن ویزا به هیئت رژیم خودداری کرده است. برخوردهای تحقیرآمیز کشورهای جهان با رژیم ویژه جهان عرب نیست. در صحنه دیگری ایتالیا از دادن سوخت به هواپیمای رژیم که به صورت اضطراری در خاک این کشور نشسته بود خودداری کرد. وزارت اطلاعات رژیم در رسانه موسوم به باشگاه خبرنگاران در خبری نوشت در پی خودداری مقام‌های فرودگاه بین‌المللی مالپنسا در شهر میلان ایتالیا از ارائه سوخت به هواپیمای ایران ایر، این هواپیما با 117 مسافر زمینگیر شد. شاید خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در ظاهر ارتباطی با انزوای هرچه بیشتر رژیم نداشته باشد، ولی روزنامه جهان صنعت رژیم 12 بهمن می‌نویسد انگلستان اکنون این آزادی عمل را دارد که سیاست‌های تندتری همراه با ایالات متحده در قبال ایران پیدا کند.